به خدا با عرض سلام بینده های گرامی توجه کنید به مجموعه خبری این ساعت از شمشاد امروز چهارشنبه پانزه همه قوس که برابر می شود با ششم دسامبر سال 2023 میلادی در آغاز سرخط خبرها آمادگی چین برای رسمی چناختن حکومت سرپرست کشور چین برای این کار خواهان ایجاد اصلاحات در داخل و چوکات سیاسی گسترده در افغانستان شده است و کشته شدن 350 فلسطینی در 24 ساعت گذشته در اثر حملات اسرائیل. <applause> خبرها با من هوتک. <applause> چین حکومت سرپرست افغانستان را در یک زمان مناسب به رسمیت خواهد شناخت. بیجینگ میگوید رسمیت یابی حکومت سرپرست خیلی یک مسئله مهم است و امارت اسلامی برای کسب آن چوکات سیاسی گسترده را ایجاد و در کنار داشتن روابط نیک و حسنه با همسایه ها یک سلسله اصلاحات را در داخل نیز به میان آورد در این حال امارت اسلامی بارها گفته است که تمامی میارهای رسمیتیابی را که نیاز دیده می شود تکمیل کرده است چین به تازگی گفته است برای اینکه حکومت سرپرست کنونی افغانستان به رسمیت شناخته شود لازم است تا امارت اسلامی با کشورهای همسایه روابط نیک و حسنا را برقرار و یک سلسله اصلاحات را نیز به میان آورد وزارت امور خارجه چین میگوید انتظار دارد تا امارت اسلامی یک چوکات سیاسی گسترده را ایجاد و از طریق سیاست معتدل داخلی و خارجی و همچنین مبارزه با تروریزم به جام جهانی پاسخ ارائه کند بیجینگ میگوید با توجه به تمامی نگرانیها در یک زمان مناسب سب حکومت سرپرست افغانستان را به رسمیت خواهد شناخت چین حکومت سرپرست کنونی افغانستان را در یک زمان مناسب و با توجه به تمامی نگرانی ها به رسمیت خواهد شناخت اما برای اینکه حکومت طالبان در افغانستان به رسمیت شناخته شود باید روابط نیک و حسنه را با کشورهای همسایه برقرار و یک سلسله اصلاحات را به میان آورد امیدوار هستیم تا طالبان با ایجاد نمودن یک چوکات سیاسی گسترده و به واسطه سیاست داخلی و خارجی میان رو محتاط و همچنان مبارزه با تروریسم به جامعه جهانی پاسخ ارائه کند. وزارت امور خارجه چین میگوید که من حیث یک کشور دوست و همسایه همیش بدین باور است که افغانستان نباید از جامعه جهانی دور بماند اما در همین حال چین هم مانند سایر همسایه های افغانستان بابت تروریسم نگران است اما امارت اسلامی بارها نه تنها این که به کشور چین بلکه به تمامی کشورهای همسایه و جهان اطمینان داده که به هیچ کسی اجازه نمی تا از خاک افغانستان بر کسی استفاده نماید تحلیل این است که اگر حکومت به اساس قانون اساسی و اراده مردم در افغانستان بمیان آید پس در آن صورت انتقادات جامعه جهانی جواب و حکومت سرپرست افغانستان به رسمیت شناخته خواهد شد برای حکومت سفر سفیلی افغانستان لازم است تا قبل از همه با آرای مردم مراجعه نموده یک حکومت مطابق با خواست راده مردم افغانستان را به اشتراک همه اقوام و ملتهای افغانستان اشخاص چیزها نماینده های عذاب سیاسی ایجاد بکنه تا انتقادات جامعه جهانی به نقطه صفر برسند. دوم در صورتی که ما یک حکومت مردمی شایسته سالار رو مبتنی بر حاکمیت قانون داشته باشیم و مشروعیت مردمی را این حکومت توان به دست بیارد باسو سره یي امه تاونه مشهده بلې مې را نیس په دې اړه ملي نظامونه خپل مشورته ملت ته خواخلی دی قانون پر بنسټ یې واخلي یعنی قانون من حکومت جوړ کې یي نظام نویت جوړ تر جوړ د اساسي قانون پر بنسټ باندې تعریف کړی ملت ته ځوابګوي چین نخستین کشور است که بعد از سقوط نظام جمهوریت سفیر رسمی خود را به کابل فرستاده و اعتبارنامه خود را هم به مقامات امارت اسلامی سپرده است بلکس امارت اسلامی هم سفیر خود را به این کشور فرستاده و امورات خود را در آنجا آغاز نموده است در این حال امارت اسلامی بارها تاکید کرده که باید حکومت آن به رسمیت شناخته شود امنیت سرتاسری را تامین و تمام معیارهای به رسمیت را که به نیاز دیده میشد نیز تکمیل نموده است سازمان دیدبان حقوق بشر در کنار تحصیل دختران روی تحصیل پسران در کشور نیز نگرانی کرده است این سازمان میگوید که فیصله حکومت سرپرست بر تحصیل دختران روی تحصیل پسران نیز تاثیر گذاشته و در نتیجه کیفیت آن را پایین آورده است کارشناسان میگویند که حکومت سرپرست آن در جامعه جهانی را بپذیرد که در روابط سیاسی و اقتصادی افغانستان با جهان مهم است سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه خود گفته است در حالی که مسدود شدن دروازه های مکاتب بر روی دختران بالاتر از صنف ششم از سوی حکومت سرپرست اعلام و از سوی جامعه جهانی محکوم شده است اما در کنار آن توجه بر تحصیل پسران نیز کم شده است این گزارش در هشت ولایت با شاگردان و خانواده های آنان تهیه شده است و در آن تاکید شده که مواضع سخت حکومت سرپرست نتایج فراموش ناشدنی در عرصه حقوق بشر خواهد داشت به طور کلی نقص نمودن حقوق بشری آینده این کشور را سخت متاثر خواهد ساخت حکومت های دخیل و سازمان ملل باید برای طالبان فشار بیاورند تا محدودیت تلیمی دختران بالاتر از سنف ششم و همچنین رفتار روان در مکاتب در برابر روند تعلیمی پسران متعلم را به پایان برسانند از سوی دیگر ملاله یوسف زی برنده جایزه نوبل در همین سال روز مراسم وفات نلسون ماندیلا گفته است حاکمان در افغانستان دختران بر اساس اصول دینی از تمام فعالیت های اجتماعی منع کردند. اگر شما در افغانستان هستید و همچنین دختر نمی به با مکاتب بالاتر از سنف ششم و پوهنتون بروید، نمی توانید کار کنید، به پارک رفتن نمی توانید و اگر کسی از این امر سرپیچی نماید پس مقامات حاکم آنان را مجازات می نمایند. کارشناسان می گویند که حکومت سرپرست باید برای مشکلات سیاسی و اقتصادی باید راه حل دریابد که هم برای افغانها ها قابل قبول باشد و هم راه تعامل با جهان را هموار نماید. د اسلامی امارت او د نړیوال سیاسی تعامل نه د دوی دغه فرمانونو د ملګر ملتونو د بشر حقوقو او د نورو حقوق قوانینو چې وغې لري په سرګندول په ټکر کې دي زموږ هواد هم چې جگړو ډیر ورنکای دا رغونی تټی لري موږ د خپلو خويندو کار او زیارت په هر برخه کې ارټیالو نو نو خدای دې چې استامي امرت په خپل دغه فرمانونو لسر کتنو ان جنو خوځي تړل یا ان جنو کنسولټنه پرخل د شپږم وګینه پورته دا نه وځنه لاله واله او فاصله برک دې افغانستان د ملت ام سرتغه خوسته دا طرفانو ته د یو نن جوان حمده او د ورت استامي دارې صلات او وظیفه چې په دا به ا منظمو ته لار واره کېسته حق دې او د بشره حقوق څخه د نقصه ودا تلاش کردیم در این زمینه نظر مسئولین حکومت را نیز داشته باشیم اما موفق نشدیم اما پیش از این حکومت این گونه ادعاهای سازمان های حقوق بشر را رد کرده و گفته است که کار روی میکانیزم تحصیل دختران در کشور جریان دارد حکومت سرپرست بر ساخت بند آب در دریای کنر آمادگی گرفته است سرپرست وزارت آب و انرژی میگوید که کار ایمار این بند را به یک شرکت ترکی با قرارداد بی سپارد که پس از تکمیل آن با تولید برق 34 هزار هکتار زمین نیز آبیاری خواهد شد او همچنان از اخراج اجباری افغان ها از پاکستان انتقاد می کند و می گوید که پاکستان با این کار خود تمام خوبی های خود با افغان ها را با خاک یکسان می کند. از سالها به این صحابه دریای کنر بدون کدام توافق حقوقی به سوی پاکستان روان است و این کشور در کنار تولید برقزان برای زراعت نیز استفاده می کند. در این رابطه و پس از نشر گزارش شمشاد توجه حکومت نیز به این مسئله بیشتر شده و تازه وزارت انرژی و آب در یک مصاحبه با تلویزیون شمشاد می گوید که برای مهار و مدیریت آب دریای کنر سروی تخنیکی تمام شده و در نزدیکی ها با یک شرکت ترکی قرارداد امار یک بند امضا شد و می گوید که با ای مور این بند در کنار تولیده چلپاین میگا وات برق 34000 هکتار زمين های شولین نیز در دشت گمبري سراب خوات شد د کنر په سین باندې کوم بند چې جوړي یا غف سوال جوړيږي ا څم کان لري سر څو کوای دمر میلیارډ ډرپې د کوم نشي پر کاوهه اما پاتو موګه منهایسته وکمات ابل ورځ هم ما دغه پروژه راوښستله همګه د ګمبري د ښځه تقریبا 3000 هکتار ځمکاله تخړو بیږي او هم تقریبا 1500 میگاواټ برق توګل ديږي موږ دا ټول مطالعات او سروي هر سم تکمیل کړی دی یو تركي کمپني اماده ده چې زغون به دي بنکار کوو زوبه د کڼ پرسین باندې ان شاء الله جوړو به هیڅ مشکل نه لرو موږ دا زموږ خپل حق دی با آنکه هزینه ساخت این بند معلوم نیست اما سرپرست وزیر این وزارت می گوید که برای تمویل آن به دونر ضرورت نیست و تلاش می کنند تا با استفاده از منابع داخلی نه تنها برای مهار آب کنر بلکه تمام آب کشور را مدیریت کنند چا ته موږه نظرر رسو، حچی سی موږ خپل حک ی سی موږه نسو کولی دلته نسو استعمالولی دا خو بیا بده خبره ده نو انشاالله هیوادوال مطمئن د انرژی وزارت زمند کومځي کې موږ ټوان ورشي یو زموږ ملي پروژه یغالته مو کار شروع کوه هغه کبه کنړی په بادخشانې کاغه پو كب... کجکی کاغه په غور کې کاغه په بادغیش کې موږ شو او همچنان از تصمیم اخیر پاکستان در قبال مهاجران افغان انتقاد می کند و میگوید که پاکستان با این کار تمام خوبی های خود با مهاجران افغان را محو نموده است و میگوید که اخراج اجباری افغان ها از پاکستان خلاف تمامی موازین و قوانین بین است نو موږ دې ویره لروسي داخله کولی د شي فیصله وکړه خدانه خاص خدانه خاصه د پاکستان شاکو مخالفین د دیغو سب په دیوانه تقوی کیږي او د دې زاور په قرباني دا مساله اخیستل په کار ده او راجب ماجر اخر بر اجدای وطن به شک نشته نه به پات کیږي اما په د شتريکاباندي لکه دا وشه اختيار سوي دا دغه هيچا ته قابل قبول نه دا دا نو اسلامي تيجابوي نه افغاني تيجابوي نه همسغهږي کېري ايجابوي نو زموږ یوته همدا یو توښيه ده چې تاسو لګو دا موجوده چې خو تعقور په شيزور فکر سره د مسلیت او ګوري د ته مکو شي ما د ورایي صدر ماجروي است ما یو لک ماجروي است ولودي سلخه په ډيره توهينامي شکل دي وليګل نو اډي اخيګري د شکړيغه به د مشمو افغانستان سره ډير کېګړي وکړي په اخر کې د خپل کېګړه په ور باندې په بود لا حکړه این در حال است که کار پروژه امار بند آب در دریای کنر را آغاز می شود که با تکمیل آن هزاران هکتار زمین شالی آبیاری و به شمار از ولایت های برق تولید خواهد شد از سوی دیگر آب افغانستان که از سالها به این سو به پاکستان سرازیر می شد مهار خواهد شد باشندگان هرات از قیمت بلند مواد سوختی در این ولایت شکایت دارند. آنان گویند با فرارسیدن زمستان از یک سو روزگاری و از سوی دیگر قیمت بلند مواد سوختی آنان را با چالش های زیاد مواجه ساخته است از دیگر مسئولین می‌گویند که به هدف کنترل بهای مواد در بازارها روزانه از بازارها به طور منظم نظارت صورت میگیرد اوج هوای سرد زمستان و قیمت بودن بهای مواد سوختی از جمله چالش هایند که باشندگان ولایت هرات را نگران ساخته است آنان می از یک سو نبود کار و اقتصاد ضعیف و سوی دیگر بلند بودن بهای مواد سوختی آنان را از هر زمان دیگر با چالش ها روبرو ساخته و توان خرید آن را ندارند اقتصاد ضعیف بوده ده خلقو نسی که شده او شی گراندی او تیل گراندی گاز گراندی ورګان دی ټول شي ګران دی پد غوښتنوسی هميشه پد پورسنو باندې ووسی او پر د دکانو باندې پد مخازوباني چې هميشه باندې د دې کنټرول لاندې د شی په درځانه کې بیکاری د اقتصادي وضعیت خراب دی نو د حکومت څخه موږ دا غوښتنه ده چې پر بازار باندې حکیمت ولري د چا نو به راخته کې زکه چې خلک نسی کولای د شان واخي باشندگان هرات همچنین میگویند زمان کرزش دلار در برابر افغانی بالا برود همزمان با آن بهای به مواد سوختی هم چندین برابر افزایش مییابد اما اکنون کرزش دلار در برابر افغانی کاهش یافته باز هم قیمت این مواد در حال خود قرار دارد و ثابت باقی مانده است آنان از مسئولین میخواهند تا به هدف کنترل نرخ مواد در بازارها نظارت را بر بازار بیشتر سازد تا جلو احتکار در بازارها گرفته شود امارات اسلامی تقاضا بازار باندې په نظاره تو کې او د غازوبې چې ډېر لوړ دي په جمی کې خلک په بلډ قیمت باندې خرڅي خلک د د وس او توان ستنه پک شي چې دا وایي خلک ډېر د مشکلات سره مخ دي نو زمای د اماراته دات خازاده چې پر بازار باندې خپل سار او کنټرول وکړي او چې دا شنه به رښته سي 400 کې په خپل سر باندې خرڅن کې او د سوخت قیمتون ډیر لوړ دی په بازار کې او د خلکو اقتصاد ډیر ضعیفه دی او نس کا ولای چی سوخت رانی سي او چې وس ډالر کښه تسوي د سوخت قیمت تاغه دی نو مر د امارات اسلامي څخه دا خوښتنې لرو چی پر بزاند باندې حکیمت او د سوخت قیمتون لوړښت راولي از سوی دیگر مسئولین هم مشکل بلند بودن بهای به مواد سوختی را در بازارها میپذیرند و میگویند که به هدف حل این معضل در حال حاضر روزانه به این ولایت 1600 تن گاز مایع، 400 تا 450 تن دیزل و 1200 تن پترول وارد گردد که با آن مشکلات باشندگان این ولایت هم حل خواهد شد. در فصل زمستان تقاضا به گاز و به دیزل زیاد میشه و نرخ هم نرخ های جانی بالا میره. شما ببینید تای دو, دو ماه یا سه ماه پیش نرخای جانی تقریبا که ببینید و فعلا در هر تون دو سد الى دو نیم دالت شده بالا رفته ولی اینجا باز نرخ دلار در خود افغانستان پایین آمده در نرخای تیل تفاوت نامده که مردم باید شکایت کنند این فیلن ما به شما گفت مینار میتونم که نرخ‌های فعلا در کابل و های هم بگویم در هیرات است نرخای مناسب است مطابق نرخای جانی این در حال است که در حال حاضر در هرات فی کیلو گاز به 55 افغانی فیلیتر پترول 61 و, و همچنین فیلیتر دیزل به 63 افغانی به فروش می رسد. دهاقین در ولایت بلخ کاهش حاصلات زعفران شاکیان. آنان می که امسال نسبت به سال گذشته در حاصلات زعفران 60 درصد کاهش آمده است. این دهاقین می که آنان نمی توانند با این وضعیت مصارف هزینه شده بالای این محصول را پوره نمایند از سوی دیگر ریاست زراعت مالداری و آبیاری این ولایت با تایید این مشکل اطمینان می‌دهد که در بخش بازاریابی برای محصولات زعفران تلاش بیشتر می‌کند د حقین ولسوالی بلخ ولایت بلخ که چند سال به این سو به کشت زفران مصروفند و مصارف زیاد را نیز روی این محصول زراعتی هزینه کردند از کاهش حاصلات زفران شکایت دارند با این حال گفته می شود که زمستان سرد سال گذشته و خشکسالی امسال عامل اصلی کاهش زفران گفته شده است سکل ورور اصل ورک نه اصل ده نه خیزمت پکی کهو خیشابه پکی کوو؟ وبور کو کوټ ورکو سکه اصل ورک د وروره په روس کال خو تقریبا ما دغه نه 200 اویا کیلو ګل اخیستای انده سکه له ما دغه نه 20 کیلو ګل اخیستای و دا په روس کال مليرا سره خو او خاصالم واقصه او سکه اصل د مګي چانس تا دا غه دیقره من کان کوټم پاسمان دا قول به پاسمان دا که شوایم پاسمان دا هیڅ کوم مسالات مونږ نه لیدل دی ځنه نتیجه سره او دې بدی بدل کې موږ تر چا هڅه کوم کمونه ک اچا کومکونه چې تاسو ته د دیقان دا کوم تاسو ووسه ونس نه چا پختنه وکړه نه په دې کې چې موږ سره کومک وکړه او دیقان دغه پاسمانده چې ذیل هر طریقه پاسمانده هیڅ نه ست دیقان په واده کې شر نه ست یو ښه شاوای وکی یا کوټو تباخلې یا حاصل ته حاصل خو به کیسه کړي ونس دغه ټول پتاوان کې کاهش حاصلات زعفران نه تنها دهاقین را ناامید کرده بلکه کارگران یک شرکت پروسس زعفران در مزار شریف را نیز متصل ساخته است امسال نتونستیم حاصلات خوب را به دست بیاریم به خاطر از ما کار ما هم کم شد چون حاصلات اگر کم شود تقاضای بازار کم شود کارم کم میشه و از وقتی که حاصلات کم شده ما مدت ده هفته یک روز یا دو روز اینجا حاضر میشیم اما هفته ای که ما ماش میگیریم در هفته یک روز در روز او کفای روزگار ما نمیشه چون ما نانواران خانه هستیم به خاطر از این تقاضای ما از دولتی است که بر ما زمینه کار بر بانو که امسال خیر بر بانو کار کم شده و بر ما کار از زیادتر بتن و این شرکت ما را تشویق کنن و برشان پروژه بتن تا ما بتونیم اینجا کار کنیم و روزگار رو ما را به طریق ازمی پیش ببریم خواست ما از دولت ای است که زمینه کار را بر ما فراهم بکنه شرکت ما را تشویق بکنه و تا که ما بتانیم درآمد خوبی داشته باشیم بانوا بیکار نمانند و مشغول کار باشند نسبت به سال گذشته حاصلات امسال ما کم است اگر کار باشه درآمد ما خوب در میشه و میتونیم در فامیل ما یک کمک کرده بتانیم اگر کار اینجا کم باشه ماش ما شما هم کاش می و, و روز روزانه هر روز بیاییم و اگر کاش پیدا کنم ما هفته یک بار می هفته دو روز می از سوی دیگر تجاران نیز نگرانی دارند و گویند که بازار خرید و فروش زعفران کم رنگ شده است آنان از حکومت میخواهند تا در کشورهای همسایه برای فروش این محصول بازارهای مناسب را جستجو نماید خواست ما از اول از امارات اسلامی افغانستان ای است که اگر بخواین واقعا محصولات زعفران رشد بکنه زمینه صادرات در مثلا بر تاجر مساید بسازن تاجر رفت آمد داشته باشه ویزه داشته باشه مرز باز باشه ولی محصولات خود با آسانی و بیرون از افغانستان انتقال داده بتونه و طبعا با هر قیمت باشه از دهکان خریداری میکنه ولی در پالی دهکان استاد میشه و دهکان حمایه میکنه در صورتی که مرز باز نباشه ولی مثلا تاجر مسئولات خود به شکل درست ارسال کرده نتانه طبعا هم با این مستقیم ضربه میزنه به دهکار و دهکان هم ناامید میشه و کشتش روز بروز به عوض که افزایش پیدا کنه کاش پیدا میکنه با این حال مسئولین ریاست زراعت بلخ میگویند که در تلاش حل این معزلند و اطمینان میدهند که برای حمایت از دهاقین در این ولایت پلانهایی را روی دست دارند وریاست زراعت همیشه تلاش میکنه کی تمام کومکون دونره و کسای کومک میکنه برش پشنهیت تا پته تازهミネ کومکا بر د یقین فراهم وسازه ما به می تبو تلاش ریاست زراعت ما توانستیم کی 19 قلم جنسی موردی ضرورت محصول زعفران یا مزری زعفران به 1250 نفر د یقین د 19 ولایتی بلق توزیع شوه بر اساس معلومات امسال 120 هکتار زمین به کشت زفران اختصاص یافته همچنان بلخ، چاربولک و دولت آباد و های در ولایت بلخند که به اندازه کافی در آن زفران کشت می شود. و اکنون همچند خبر از جهان در حملات نیروهای اسرائیل در 24 ساعت گذشته در غزه نزدیک به 350 تن کشته شدند. این حملات در بخش‌های مرکزی و جنوبی نوار غزه در منطقه دیرالبلاح صورت گرفته است. با این حال، سازمان ملل گزارش داده که اگر نیروهای اسرائیلی سلسله کشتار های عام در غزه را متوقف نسازد، امکانات برای تداوی زخمیان غزه وجود نخواهد داشت. همزمان با این گروه حماس گفته است که تا متوقف نشدن کامل کشتار در غزه مذاکرات را با اسرائیل در مورد آتشبس آغاز نخواهد کرد اما نخست وزیر اسرائیل بر تداوم حملات بر غزه تاکید کرده است رئیس جمهور روسیه به عربستان سعودی و امارات متحده عربی سفر می کند. به گزارش رسانه های روسی پوتین قرار است در این سفر خود که امروز آغاز می شود در مورد جنگ غزه با رؤسای کشورهای یاد شده صحبت نماید. سخنگوی کرملین می گوید که پوتین در این سفر با کشورهای اعضای اوپک روی عملی نمودن کمبود تولید تیل نیز صحبت خواهد کرد. رئیس جمهور روسیه در حال به امارات متحده عربی و عربستان سفر می کند که حملات اسرائیل بار دیگر بر غزه آغاز شده است. بیننده های گرامی این بود خبرهای این ساعت که تقدیم شما شد سپاس گذارم از همراهیتون بقیه وقتتان خوش الان نگهدارتون